سلام به دلای مهربونتون، امیدوارم که همیشه پر از آرامش و عشق باشین. ندا هستم با برنامه جدید بیوتی فیس در خدمت شما عزیزان. قراره که تو این برنامه با همدیگه کلی نکات مراقبت از پوست که شامل ماسکای خونگی و تکنیک ماساژ دست هست رو با همدیگه انجام بدیم. خوب میدونیم که صورت ما ویترین بدن ما هستش و خانم آقا هم نداره و همیشه ما باید این ویترین رو شاداب و پر از حس خوب نگهش داریم. برای همین باید بهش رسیدگی کنیم. حالا چطوری؟ با یک سری تکنیک های ساده ماساژ و چند تا ماسک خونگی شما میتونین این کار رو انجام بدید. خب ما سه نوع تیپ پوستی داریم: پوستای خشک، پوستای چرب، پوستای ترکیبی و مختلط. کسایی که پوستای خشک دارن نشونش چیه؟ اغلب نشونه بارزش اینه که شما وقتی که از حموم میاین استحمام میکنین، در واقع پوستتون خشک میشه، یه حالت کشیدگی روی پوستتون حس میکنین. خب این یکی از در واقع نکاتی هستش که ما میتونیم پی ببریم پوستمون خشکه. حالا که پوست تیپ چرب رو داشته باشیم چجوری میتونیم متوجه بشیم؟ همیشه یه لایه چربی روی پوست صورتمون هستش و بیشتر مستعد جوشهای آکنه و جوشهای قرمز هستش. نوع سوم و نوع آخر که بهترین نوع در واقع تیپ پوستی هم هستش، پوستی هستش که نه حالت خیلی خشک داره نه حالت خیلی چرب داره و در واقع تلفیق این دوتا تیپ پوستی با هم دیگه هستش. حالا موردی هم نداره، هر کدوم از تیپ های پوستی رو که ما داریم میتونیم با انجام دادن تکنیک های ماساژ و این ماسکای خونگی پوستمون رو شاداب و سلامت نگه داریم. خب امروز میخواییم با همدیگه در مورد پوستایی که شل شدن به سمت پایین اومدن و دچار افتادگی شدن صحبت کنیم و با دو تا ماده خیلی ساده که تو خونه هممون پیدا میشه یه ماسک خیلی مهیج درست کنیم، روی پوستمون بذاریم و چند تا تکنیک ماساژ دست که خدمتون گفتم قبلش اونا رو انجام بدیم و ببینید که پوستتون چجوری شاداب میشه. خب از دو تا موادی که گفتم با همدیگه قراره ترکیب کنیم، یکیش قهوه است یکیش عسل. قهوه به خاطر کافئینی که درونش داره، همونطوری که ما مینوشیمش و مصرفش میکنیم و یه حس فوق‌العاده خوب و انرژی به ما میده به خاطر کافئینی که داره، همون کافئین در واقع یه آنتی اکسیدان بسیار عالی برای پوستمون هستش و باعث میشه که پوست صورتمون سلولای مردش بازسازی بشه. در مورد خواص عسل هم که دیگه براتون نگم، فکر کنم خودتون خیلی خوب میدونین، اما یکی از خواص بسیار مهم عسل در واقع اون خاصیت آبرسانیش هستش که باعث میشه با ماسکی که روی صورتمون بذاریم، ماسک عسل، سلولای مرده پوستمون رو بازسازی کنه و باعث بشه که پوستمون آبرسانی بشه. خب حالا وقتش رسیده که این دوتا ماده رو با هم دیگه ترکیب کنیم و یه ماسک فوق‌العاده جذاب بذاریم روی صورتمون. اما قبلش برین دستتون رو بشوریم، برگردیم بیاییم مثل من. قراره که قبل اون ماسک با هم دیگه تکنیک های ماساژ دست رو روی صورت انجام بدیم.
خب من برگشتم، دستامو تمیز شستم. فکر می‌کنم که شما هم دستاتون رو تمیز شستین. بریم با هم دیگه اولین تکنیک ماساژ صورت رو انجام بدیم. برای موقعی که پوست صورتمون شل میشه و حالت افتادگی پیدا میکنه، در واقع اولین تکنیک ماساژ که موثره برای خط لبخندمون هستش. اگه دقت کنیم وقتی که در واقع پوست به سمت پایین میاد، اولین جایی که خودشو نشون میده این خطای لبخند هستن. یه تکنیک خیلی خوب ماساژ خدمتتون الان انجام میدم، شما اینو انجام بدین تو خونه و ببینین که چقدر میتونه تاثیر داشته باشه. خب برای انجام دادن این تکنیک ماساژ به دو تا از پده انگشتاتون شست و اشاره نیاز دارین. انگشت شستتون رو داخل دهنتون ببرین و به وسیله انگشت اشارتون این خط در واقع لبخند رو ماساژ بدین. یه نکته خدمتتون بگم در مورد این ماساژ، موقعی که دارین ماساژ رو انجام میدین، زمانی که از سمت پایین به سمت بالا در واقع فشار رو وارد میکنیم و میخواین که خون اونجا در واقع گردش پیدا بکنه، باید یه فشار خیلی نسبتا زیادی رو وارد کنین. اما موقع برگشت اصلا نباید هیچ فشاری باشه. پس زمانی که ماساژ رو دارین انجام میدین یه فشار نسبتا زیادی باشه، اما تو زمان برگشت اصلا هیچ فشاری نیست و کاملا دستتون رو باید بردارین به این صورت. با این کاری که انجام میدین خون رسانی رو تو این قسمت بالا میبرین و باعث میشین که در واقع این خطای لبخند از بین بره. خب برای انجام دادن دومین تکنیک ماساژ که خیلی هم راحت هستش، کافیه که فقط به سمت بیرون بخواین فوت کنین و در واقع صورتتون رو باد کنین و وقتی که کل صورتتون باد میشه به وسیله نوک انگشتاتون که پد انگشتاتون هستش به صورتتون ضربه وارد میکنین به این صورت. تمامی قسمت‌های صورتتون رو به وسیله پد انگشتاتون ماساژ میدین. این تکنیک ماساژ و ماساژ قبلی و تمام ماساژهایی که خدمتتون آموزش میدم و 3 بار تو طول روز انجام بدین و هرچی که تعدادش یعنی ضرباتتون بیشتر باشه، خب خونرسانی و جریانش بیشتر شکل میگیره و پوستتون شادابتر میشه. خب برای انجام دادن سومین تکنیک ماساژ کافیه که یکی از دستاتون رو تکیه‌گاه کنین و یک طرف صورتتون قرار بدین و با یه دست دیگه تکنیک ماساژ رو برای قسمت‌های پایینی و قسمت‌هایی هستن که در واقع شل شدگی بیشتر برشون اتفاق می‌افته و این ماساژ اتفاقا برای ناحیه قبقب هم خیلی مناسب هستش. به این صورت که یکی از دستاتون رو قرار میدین کنار صورتتون و به وسیله این دو تا انگشتتون دوباره انگشت شست و اشاره تکنیک ماساژ رو انجام میدین به این صورت. دوباره کشش و رها میکنیم موقع برگشت. کشش و رها. من تکنیک هایی که خدمتتون میگم و تو دو طرف صورتتون انجام بدین به این صورت. کشش. چهارمی و آخرین تکنیک ماساژی که قراره امروز انجام بدیم برای ناحیه پیشونی هستش، چون ما خط لبخند و ماساژش رو انجام دادیم، ناحیه از زیر گودی در واقع چشممون ماساژ دوممون بود، ماساژ سوممون قسمت قبقب و چونه بود، حالا قسمت پیشونی میمونه. به چه صورت؟ خیلی هم راحت هستش. از دو تا انگشت اشارتون استفاده میکنین و به همین راحتی میتونین قسمت پیشونیتون رو ماساژ بدین.
تمام قسمت رو ماساژ میدین و باعث میشین که خون رسانی و گردش خون بالا بره تو این نواحی و پوستتون آماده بشه برای اون ماسکی که قراره با هم دیگه درست کنیم. حالا که ماساژهای صورتمون رو انجام دادیم، باید بریم اون دوتا ماده رو با هم دیگه ترکیب کنیم و ماسک خونگیمون رو درست کنیم و روی پوستمون بذاریم. بریم با هم دیگه ترکیبش کنیم. خب اومدیم این دوتا ماده ارگانیک و فوق‌العاده پرخاصیت رو با هم دیگه ترکیب کنیم. گفتیم که نیاز داریم به عسل و قهوه. ما برای گذاشتن روی صورتمون به دوتا قاشق کافیه، همین مقداری هستش که من توی ظرفم ریختم، قهوه و عسل هم به مقدار دو قاشق و نصفی. دو قاشق و نصفی عسل کافیه. این دوتا ماده رو خوب با هم دیگه ترکیب میکنیم تا اون ماسک فوق‌العاده‌ای که گفتم درست بشه و روی صورتمون بذاریم. میبینین که ترکیبش فوق‌العاده جذاب، خوشرنگ و فوق‌العاده هم خوشمزه هستش. اما ما بریم که این ترکیب پرخاصیت و پرخواص رو بذاریم روی صورتمون. خب مواد با هم دیگه ترکیب کردیم و این ماده خیلی خوشرنگ و خوشمزه رو درست کردیم با هم دیگه. من که خیلی دوست دارم بخورمش، اما باید بذاریمش روی پوستمون، اما طعمش هم خیلی خوشمزه است. یه کوچولو من امتحانش کردم. خب از این مواد برمیداریم و روی کل سطح پوستمون میذاریم. فقط دقت داشته باشین موقعی که داریم مواد رو میذارین روی پوستتون، اگه ریزش بکنه طبیعیه. چرا؟ چون که هیچ کسی اینطوری خودش نباید به صورت نشسته مواد رو بذاره رو صورتش. همیشه باید حالت درازکش بشین و کس دیگه ای واسهتون بذاره. ولی حالا اگه کسی نبود و خواستین خودتون مثل من این کار رو انجام بدین، باز هم تو خونه به حالت درازکش بشین، یه آینه بذارین، با یه دستتون بردارین، آینه رو جلوی صورتتون بگیرین و با براش کل مواد روی صورتتون بذاریم به این صورت. گفتم هیچ مشکلی نداره اگه که ریزش کنه. کل سطح پوستتون رو از این مواد پر کنین. حتی میتونین این مواد رو روی گردنتون، زیر چونتون و قبقبتون هم استفاده کنین. و من حتی بعضی موقعا از مواد که میمونه پشت دستام هم میذارم، چون باعث میشه که یه آبرسانی خیلی قوی بشه و مثل یه کرم مرطوب کننده عمل کنه. خب کل سطح پوستمونو از این مواد پر میکنم.
کل مواد رو گذاشتم روی صورتم، کل سطح صورتم رو پر کردم، حتی زیر چونم هم گذاشتم. حالا سوالی که میمونه این هستش که تایمی که باید این ماسک روی صورت بمونه چقدره؟ در واقع ماسکای صورت، چه ماسکای خونگی باشه چه ماسکایی باشه که ما آماده خریداری میکنیم و روی پوستمون میذاریم، تایمش بین 20 دقیقه تا نیم ساعت هستش. اما خب بسته به تحمل شما عزیزان، هر چقدر که میتونین روی پوستتون نگهش دارین خب بهتره و در واقع بازجذب این مواد روی پوستتون باعث میشه که پوستتون شادابتر بشه. اما شما دیگه نهایتا 20 دقیقه رو تحمل کنین روی پوستتون بمونه تا بتونه اون آبرسانی و در واقع اون بازجذب مواد رو داشته باشه. منم الان میذارم حدود نیم ساعت اما من بیشتر روی پوستم بمونه. بعد خب صورتمو میشورم و نتیجهشو خواهید دید. فقط یه موردی خدمتتون بگم، قبل از اینکه صورتتون رو بشورین با آب ولرم، چون عسل باعث میشه که این حالت چسبندگی رو صورتتون باشه، با آب ولرم بشورین. بعد از گذشت اون 20 دقیقه و نیم ساعت یه کمپرس یخ درست کنیم. این کمپرس یخ رو برداریم، به مدت 20 دقیقه اونو روی کل صورتتون در واقع یخ رو بذارین و بذارین به مدت 20 دقیقه بمونه. این یکی از کارهای مهمی هستش که تو اون لیفت باعث میشه که پوستتون بالا کشیده بشه و اون حالت شل شدگی و افتادگیش در واقع رفع بشه. پس چند تا تیکه یخ بردارین، توی نایلون فریزر بذارین و یک کمپرس یخ درست کنین. خب من صورتم رو شستم، برگشتم. نمیدونین چه حس خوبی داشت بعد از گذاشتن اون ماسک و اینکه حتما تجربهش کنین، حتما. و این ماسک رو و اون تکنیک های ماساژ رو حتما هفته ای 3 مرتبه انجامش بدین. اگه تایم نداشتین، وقت نداشتین، من بهتون توصیه میکنم 2 بار در هفته رو انجام بدین، چون واقعا شما حس میکنین در پایان اون هفته چقدر پوستتون تغییر کرده، چقدر شاداب شده و چقدر حس خوب دارین. خب به انتهای برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه رو دوست داشته باشین و برنامه‌های بعدی رو هم دنبال کنین. چون خدمتتون عرض کردم قراره که تو هر کدوم از برنامه‌ها من یه ماسک خونگی و تکنیک‌های ماساژ دست رو بهتون آموزش بدم که روی پوستتون انجام بدین و پوستتون رو شادابتر و زیباتر کنین. همیشه پر از حس آرامش و عشق باشین. خدا نگهدار.